فضایی به وسعت 5000 متر مربع که حاصل تجربه نیمی از سالهای زندگیشه. 42 سال از خود عمر گرفتیم تا به امروز، تقریبا از دوران دبیرستان مشغول فعالیت شدم تو کار عرصه تولید نهال. گلخانه‌ای به وسعت یک نهالستان با 1500 اصل نهال بارده لیمو ترش در روستای دونه چاله جویبار. سه گونه لیمو داریم کار میکنیم: پرشین لایم، لایم کوات و لایم ویرز. رقم هایی که هم مقاوم به آفات و بیماری ها هستند و هم توجیه اقتصادی بسیار خوبی دارند. پرشین لایم دو دوره نهایتا بارده میکنه، اما رقم های لایم کوات اینا 5 تا 6 تا 7 دوره بارده داریم. ما تمام فصول با میوه اردن به بازار. اما همه این اتفاقات خوب و کارآفرینی ارزنده به گفته ی آقای هاشمیان و همسرشون به راحتی به دست نیومده. راه اندازی گلخانه در زمین بایر منطقه قبل از هر چیز نیازمند تقویت خاک بود. ما اومدیم به خاطر اینکه این خاک قابل کشت بشه 150 سرویس له رودخونه وارد کردیم و این خاک رو سبک کردیم در حقیقت. بعد اومدیم درختها رو کاشتیم. شوری آب هم از دیگر مواردی بود که با راه اندازی یک استخر آب باران به منظور آبیاری نهالها برای اون هم چاره اندیشی شد. 5000 متر مربع سقف خالص، در اثر کمترین بارش آب از سقف گلخانه ما از هر دهنش آب سرریز میشه داخل اون نوابدانیا، مستقیم به داخل این سقف میاد. و البته ایده استفاده از پوشال به جای پدهای سلولوزی به منظور ثابت نگه داشتن دمای گلخانه در روزهای گرم سال. پد سلولوزی برای این واحد اگه ما بخواستیم استفاده کنیم 300 میلیون تومان این هزینه پد میشد، یعنی ما اینو با طرح ابتکاری خودمون نزدیک به 20 میلیون تومان جمعش کردیم اینو. با وجود این همت و خلاقیت قریب به 3 میلیارد تومانی برای این مجموعه هزینه شد. هزینه‌ای که بخشی از اون از طریق تسهیلات صندوق توسعه ملی در مازندران پرداخت شد. تقریبا 150 میلیارد تومان سهم مرحله پنجم استان مازندران است. تا عید قطعا کل اعتبارات در این حوزه تخصیص پیدا میشه. تسهیلاتی که برای طرح‌های بزرگتر روستایی قرار آسان‌تر هم پرداخت بشه. پروژه‌های بالای 10 میلیارد تومان روستایی از سرانه استان کسر نمیشه، از سرانه ملی کسر میشه. این توافقنامه را ما انجام دادیم، موافقتش گرفتیم. روستا کانونی برای کارآفرینیه به شرط همت و حمایت. فرصت‌های از این دست برای اشتغالزایی در روستاهای مازندران کم نیست. حالا که تسهیلات خوبی از طریق صندوق توسعه ملی هم پرداخت میشه، چه خوبه که این فرصت‌ها رو برای اشتغالزایی و کارآفرینی غنیمت شمرد. دیوارگر، خبرگزاری صدا و سیما، مازندران.